جان سلام رفقا. میگم زرشکیان که چند روزی به عراق رفته بود اونجا حرفایی زد که یه بار دیگه ثابت کرد که الحق سگ زرد برادر شغاله. به یه تیکش گوش کنین. تو کشورهای ما یهو یه اشتباهی میکنیم یا اشتباه نمیکنیم، به هر حال یکی رو میگیرن یکی رو میزنن. دوربین ها، رسانه ها، تو مجامع بین المللی که ای داد و بیداد کجا نشستید؟ حقوق بشر در فلان مملکت زیر سواله. یه انسانی رو گرفتن، یه انسانی رو بیگناه زندانی کردن. بله دوستان، حالا که دشمنای نظام جنایتای نظام ولایت رو تو تموم دنیا رو کردن، زرشکیان با شارلاتان بازی و اشتباه میکنیم یا اشتباه نمیکنیم گفتن میخواد به خیال خودش قضیه رو ماسمالی کنه و بعدش هم واسه مردم بیگناه غزه که تو آتش جنگی که سر ما را انداخته میسوزن اشک تمساح میریزه. اما اگه حرفای این پاسدار جانی رو هم بشنویم خیلی چیزای دیگه روشن میشه. یه وقت نکنه که در این روزگار، در این سردی گرمی روزگار کم بیاریم، کم نیاریم. دشمن تو میدانه، به طریقی ما رو میخواد از بین ببره. این اراده دشمنه، ما هم اراده کردیم اونا رو از بین ببریم. امروز در امروز 132 فروند کشتی های اسرائیل در خلیج عدن و دریای سرخ توسط بچه های یمن. درود بر یمن. یمن یعنی جمهوری اسلامی ایران. دارن کشتیاشون غرق میکنن، نفسشون در نمیاد. امروز توی عراق، توی لبنان، توی فلسطین، امروز اگه غزه زنده هست، اگه کرانه باختری زنده هست، به برکت ایران اسلامی است. عنایت کردی؟ اولا که از شرشر و کم آوردن و ترسیدن پاسدار مستارا گفت و بعدش هم واسه این که به اونا رویه بده مجبور شد مغر بیاد که همه بدبختی های مردم منطقه از زدن کشتی های تجاری و مخصوصا غزه زیر سر مار ولایته. خب این از خرابکاری های منطقه‌ای. حالا یه نمونه از فساد و افتضاح کاری داخلی رو هم ملاحظه کنید. همه ما هم به عینه این موارد را دیده ایم و افراد هم دچارش شده اند. به طور مثال از آنها زیرمیزی یا پول شیرینی و چای خواسته شده است. این موارد بوده و کسی هم نمیتواند وجود فساد را کتمان کند. حضرت آقا هم کاملا به این موضوع اشراف دارند. بله دوستان، منظورش چیزای ناقابلی مثل چای دبش 3.5 میلیارد دلاری و باقی گیلاس ازگل که ازی هم کاملا بهشون اشراف داره. آخه خودش سر اصلی اژدهای هفسر فساده. آره، اما از حق نگذریم، معجزاتی هم داشته. به یه قلم اون توجه کنین. ریال ایران بی ارزشترین پول جهان. ایران با 75 هزار تریلیون ریال نقدینگی در سال 2023 67% نقدینگی جهان را به سبب نرخ رشد بالای نقدینگی و کم نکردن صفرهای پول ملی به خود اختصاص داد. بر این اساس ریال ایران را می توان بی ارزشترین پول جهان محسوب کرد. خب اگه داشتن 67% نقدینگی جهان و تبدیل پول به پهن معجزه ولایت نیست، پس چیه؟ یه هموطن میگفت همون وقتی که عکس اون گور به گوری رو اسکناس اومد من فهمیدم که آخرش این اسکناس میشه پشگل. دوستان رفقا عزت زیاد.